در سومین روز خروج سربازان امریکایی از افغانستان، شمار از احزاب سیاسی، عالمان دین و چهره‌های سیاسی خروجی نیروها را جشن گرفتند. این مراسم که بر رهبری شورای نجات افغانستان را اندازی شده، در آن از مردم خواسته می شود تا با نظام آینده افغانستان همکاری کنند. شرکت کنندگان این مراسم با انتقاد از سیاست‌های امریکا در 20 سال گذشته می گویند که نیروهای خارجی در زمان حاکمیتشان در افغانستان مردم و ملکی را به دلایل نامعلوم شکنجه کرد و حتی زندان‌های شخصی ایجاد کرده بودند. تاس پجریان کی است که دغه حالات چوسرالی تغلبو حکومت رالی دا نراتللی جوړه بکیدل خو دوی چاول وری طالبانو سره بین الافغانی مذاکرات شروع کړل، دغه پسنګ جنگ مر سره شروع کی مر جنگ، لکه مثلا د پاول وری چدی مذاکرات شروع کړل، د ترامپ استراتیجی د جنگ و هغه اعلان کړ. د ما او د تعال و عیال ښځه وړکه جنکۍ مال دولت په امن کې و، څومره بې امنیتي وه، څومره اعتماد خودساري وه، څومره غله چپول وه، د په هر نام باندې چې وي. شمار از رهبران احزاب سیاسی که نیز در این مراسم شرکت کردند میگویند که از فرصت به وجود آمده باید استفاده شود. به باور آنان مردم افغانستان پس از 20 سال توانستند در مورد آینده ایشان خودشان تصمیم بگیرند. در مورد تعیین سرنوشت خود، در مورد رهبری مردم افغانستان بتواند حضور و بتواند نفوذ کشورهای خارجی را به حداقل برساند. در این میان شمار از عالمان دین با انتقاد از عمل کرده نیروهای خارجی در روز اخیر بیرون شدنشان از افغانستان میگویند که این نیروها با مردم افغانستان صادق نبودند و بیشتر تجهیزات نظامی، حتی هواپیماها و چرخبالهای نظامی را در فرودگاه کابل از بین بردند. تاسو وګورئ کوم تجهیزات، کومی تیاری، کوم موټورونه، کوم اسلحې له دوی ځان سره راوړې وې، هغه څه رقم کړلې، ټوټه ټوټه یې کړلې. شکر الحمدلله افغانانو د سوپر طاقتونو سره نه په تیارې باندې مقاومت کړی ده، نه په ټانک باندې مقاومت کړی ده، په تشو لاسونو باندې شرمنده او ذلیله وشړل سول. آخرین سرباز امریکایی به تاریخ 31 آگست فرودگاه بین المللی کابل را ترک کرد. این نیروها در حال از افغانستان بیرون شدند که هنوز هم مردم افغانستان در خلای سیاسی قرار دارند و هنوز هم رایزنی ها در مورد نظام آینده به نتیجه نرسیده است.